دیگر از رشته برنامه های خط قرمز، شاهزاده رضا پهلوی زاده 9 آبان ماه 1339 خورشیدی تهران، فرزند ارشد محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی، در 7 سالگی عنوان ولیعهدی ایران را از پدر خود بر پایه قانون اساسی مشروطه دریافت کرد. در سال 57 رضا پهلوی 18 سال داشت و در حال انجام دوره آموزش خلبانی در آمریکا بود که انقلاب مانع از بازگشتش به ایران شد. در پی درگذشت محمد رضا شاه پهلوی در 5 مرداد ماه 1359 خورشیدی در قاهره، ولیعهد در 9 آبان ماه 59 خود را پادشاه قانونی ایران اعلام کرد. در 40 سال گذشته رضا از رو وبسایتشون میخونم این تیکر رو، رضا پهلوی پیشگام در پشتیبانی از اصول آزادی، دموکراسی و حقوق بشر برای هممیهنانش بوده و همواره در تماس مستمر با هممیهنانش در داخل و خارج از ایران بوده است. در خدمت شاهزاده رضا پهلوی هستیم. درود بر شما، خوش آمدید به برنامه خط قرمز. حالا شما خوش به منزل من آمدید و درود میفرستم به همیهنان عزیزم در ایران و در سرتاسر جهان. بی تردید شما نخستین کسی هستین که به دلایل مختلف خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران هستین. به دلایل مختلف، منظورم هم به دلیل اینکه وارث تاج و تخت نظامی هستید که توسط جمهوری اسلامی ایران، حکومت برآمد از انقلاب 57 در واقع، کنار زده شد، و هم به دلیل مبارزاتتون در 40 سال گذشته. بفرمایید که در این 40 سال برای رسیدن به هدفتون یا نزدیک شدن به این هدف چه کردین؟ تیتوار اگه بفرمایید بعد بنده دنبال میکنم. خواهش میکنم. اولا یه چیز رو تصحیح بکنم که مهمه که همیهنانم انگیزه من رو کاملا درک بکنن. من کوچکترین انگیزه شخصی یا قدرت یا حکومت ندارم، ولی خودم رو متعهد میدونم به آنچه که به عنوان یک ایرانی در وهله اول وظیفه میهنیم هست که انجام بدم، و اونم حمایت از خواسته ها و از همه مهمتر حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت کشورمون هست. خب این 40 سال مبارزه در همین راستا بوده، و البته چیزی که تغییر کرده امروز نسلی است که کوچکترین تقصیری در آنچه به سر کشور من اومده نداشتن و میخوان راه خودشون رو پیدا بکنن، و امروز به وضوح همون حرفی رو که سالهاست ما میزدیم که تا موقعی که این حکومت در ایران حاکم باشه ایران روز خوش رو نخواهد دید، به این نتیجه هم امروز رسیدن. و همطور که میبینید امروز اعتراضات سراسری در کل کشور در تمام گروه های مختلف جامعه شنیده میشه. آخرینش اعتصاب کامیوندارا بوده، قبلش دیدیم که تظاهراتی که داشتیم در قسمت‌های مختلف مملکت، در کازرون، در جاهای دیگر، و اینها همش نشونه این هستش که این یک صدایی خواست نهایی جامعه که میگن دیگه این نظام باید بره و از شعار مرگ بر دیکتاتور میگن، میرسه به تلاش‌های تمام این سال‌ها در اینکه برسیم به چنین مرحله‌ای. و همینطور که میدونید ضمناً اضافه میکنم که از نظر متد مبارزه من همیشه روش پرهیز از خشونت و کار نافرمانی مدنی رو تشویق کردم، و امروز ببینیم که به درستی و چقدر هم خوب هممیهنانمون این رو به عنوان یک روش انتخاب کردن و انجام میدن و ثمر بخش هم بوده و خواهد بود. تعریفتون از نافرمانی مدنی چیه شاهزاده؟ ببینید حق گرفتنی است، حق دادنی نیست، و امروز جامعه داره تکون میخوره که حقشون رو بگیرن، اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن، شعار میدن، حرف میزنن، همدیگر رو حمایت میکنن، و این به خصوص شامل حال طبقه زحمتکش کشورمون هست، طبقه متاسفانه فقیر جامعه که امروز اکثریت مردم ایران رو در بر میگیره. و آنچه که لازم هست این هستش که فراتر از این مقاومت ها، فراتر از این تلاش ها، یک بخشی از جامعه که هنوز وارد گود نشده، هنوز به قول معروف کنار گود نشسته، حالا دلیلش هرچه هست بهتر زودتر بجنبن، اون طبقه مرفه جامعه است، طبقه متوسط جامعه است، نیروهای فکری و روشنفکر جامعه هستن که
پیگیر این مسئله باید بشن و حامی این جریانات بشن و نهایتاً رهبری این کار رو به عهده بگیرن. شما نمیتونید اعتراضات خیابونی رو به عنوان راه حل نهایی در نظر بگیرید. این کار نیاز به هماهنگی و رهبری داره و بنابراین کمبودی که الان در صحنه هست باید جبران بشه. شروعش خوبه ولی باید به انتهاش برسه و دقیقا اینجاست که تمام هماهنگی های لازم رو باید انجام بدیم. من به سهم خودم در همکاری با سیاست مردان و زنان و همچنان بخشی از جامعه مدنی و ضمناً کارشناسان و متخصصینی که نه فقط در رابطه با مسئله سیاسی کشور بلکه در رابطه با برنامه‌ریزی و طراحی و نقشه راه کشورمون در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت واسه در نظر بگیرن که واقعا مردم کاملا براشون روشن باشه که به چه میخوایم برسیم، چگونه به آنجا خواهیم رسید و چه اثر این در زندگانیشون خواهد داشت. فرمودین تو صحبتتون که طبقات مرفه و بخشی از طبقات میانی جامعه نپیوستن هنوز به این مبارزه جدی مدنی، در واقع کسایی که هیچی جز جونشون دیگه ندارن که از دست بدن، تمام دار و ندارشون رفته در این 40 ساله و به صراحت هم میگن، و فرمودین که اینها باید بیان تا رهبری رو به دست بگیرن. یعنی آیا از طبقات فرودست جامعه نمیتونن رهبری این مبارزات؟ چرا هستن دارن انجام میدن. ببینید تمام این حرکت ها بالاخره رهبران خودشو داشته، ولی آنچه که نهایتا فرمول سیاسی رو فراهم میکنه یک حرکتی است که از نظر سیاسی هم مملکت رو هماهنگ بکنه. این کارهایی که تا حالا انجام شده جنبه بیشتر مدنی داره، جنبه مطالبات به اصطلاح سکتورهای مختلف جامعه رو داره، کارگران صنفی بیشتر هست. بله بیشتر در واقع صنفی است، نمیگم درش یک مفهوم سیاسی نیست، البته که هست و شاید هم خیلی از این افراد فردا تو مملکت بشن نمایندگان مردم در مجلس یا حتی نقش اداری و حکومتی پیدا کنن در دولت آینده، من منکر اون نیستم، ولی کلا اگه نگاه بکنیم در تمام جریانات سیاسی کشورهای مختلفی که به هر حال از یک جریانی عبور کردن و رسیدن به آینده‌ای، درگیر شدن طبقه به اصطلاح اندیشمند جامعه هستش، تحصیل کرده جامعه هستش که به شکل طبیعی معمولا این نقش رو دارن و هنوز آنچه که در ایران میگذره رو من ندیدم که به اون مرحله رسیده باشیم. دلیلی هم نمیبینم که بیشتر از این مکس بکنن، چون به قول خیلی از این بچه‌ها که از صبح تا شب باشون در تماس هستن میگن ما دیگه از سر ما از این حرفا گذشته، دیگه دارن میزنن به سیم آخر. واقعا دلخراشه وقتی من میشنوم یک جوونی که مجبور میشه به فرار از مملکت ولی پناهندگی بهش نمیدن و خودسوزی میکنه در یک کشور غربی، کار به اینجا رسیده. فارغ از اینکه شاهزاده رضا پهلوی یا هر فرد دیگری در اپوزیسیون در هر جایگاهی دعوت کنه مردم رو به مبارزه، مردم خودشون مبارزه میکنن به دلیل شرایط زندگیشون و موقعیتشون. سوال مشخص هم این است که در کنار این یا فراتر از این شما چه کردین و اگر نکردین چه میکنین به عنوان یکی از دست کم رهبران اپوزیسیون؟ ببینید در تمام این سالها که فراز و نشیب‌هایی داشتیم، خب اوائل کار شما اشاره کردید و پس از فوت پدرم من هنوز قاهره بودم برای مدت یک سال و بعد چند سال بعدش که تازه بعد از خروج تعداد زیادی از نیروهای فکریمون، فریقتگانمون و چهره‌های دولتی و سیاسیمون به خارج، نمونش شاپور بختیار و این تیپ افراد، خب از همون ابتدای مسئله مقاومت و مبارزه بر علیه نظام تازه سر کار اومده شروع شده بود. 40 سال خیلی سریع اگه بخوایم ازش عبور بکنیم، حقیقت این هستش که تا حتی 1 سال پیش هنوز تفکر اصلاح طلبی در ایران حکم فرما بود. خیلی از نیروهای سیاسی برون مرز گرچه مخالف رژیم اما همچنان تو یک تفکر اصلاح طلبی و یه مقدار معذرت میخوام این اصطلاح رو به کار میبرم لاس زدن با اصلاح طلبا رو پیشه کرده بودن. اپوزیسیون کلاسیک که با مقدار زیادی اضافه بار چمدونهای 50-40 سال 60 سال گذشته خودشون همچنان در خم همان کوچه با همدیگه درگیر میشدن از یک مبانی ایدئولوژیک و برخوردهای ایدئولوژیکی، نتونستن به اون چکی که باید و شاید یک جبهه متحدی رو تشکیل بدن
بحث همچنان بین نیروها سر این بود که کی جمهوری خواهه، کی طرفدار نظام پادشاهیه، یا کی چپه کی راسته، تا اینکه بیایم بگیم آقا اگه ما هممون اساس سکولاریسم رو و دموکراسی رو به عنوان مبنا و پایه اصلی قرار بدیم، امروز بایستی فراتر از مسائل مسلکی و ایدئولوژیکیمون اولویت رو بدیم به نجات ایران. آیا فکر نمی‌کنید این همون چیزی است که قبل از انقلاب گروه‌هایی که مخالف نظام سلطنت بودن میگفتن که ما هدفمون همه یکیه و اون هم سرنگونی یا برکنار کردن نظام سلطنتی است، بعدش صحبت میکنیم، بعدش دیدیم که چه بلایی سر مملکت اومد. مهمترین سوالی که همگی باید از خودمون بپرسیم که در فردای سقوط این نظام که بی تردید اتفاق خواهد افتاد، حالا دقیقا که بنده غیبگو نیستم ولی میتونم بهتون بگم که نه چندان دور از حالا، چون شرایط مملکت کاملا نشونگر این هست. در پریود گذار، یعنی از زمانی که این حکومت سقوط کنه تا در نهایت برسیم به اون حکومت دلخواه و عادی شدن شرایط سیاسی کشور، یه دوران انتقالی هست. خب وظیفه اصلی نیروهای سیاسی قبل از هر چیز متحد بودن سر تشکیل یک نهاد رهبری برای انتقال قدرت از این حکومت به حکومت آینده هست. در این پریود دو اتفاق داره میفته. یه حکومت موقت باید در ایران تشکیل بشه که اداره امور مملکت رو به دست بگیره، دولت موقت، و در آن واحد در اولین فرصت ممکن انتخاب نمایندگان مردم به مجلس مؤسسان برای بررسی و تدوین قانون اساسی. حالا ممکنه یه سری از این قوانین قبلا پیشنهاد شده باشه یا تدوین شده باشه، به هر حال این یه پروسسوس طبیعی دموکراتیک هست برای رسیدن به نتیجه. اینجاست که من میگم فرای حرکت‌های مدنی که مردم به خوبی دارن انجام میدن ولی کافی نیست الزاماً، بایستی این خلأ رو از نظر سیاسی و به خصوص این نیرو انتقالی پر کرد. بازیگران این کیا هستن؟ از دید من اون نیروهای معروف اپوزیسیون قدیم و کلاسیک نیستن. چهره‌های جدیدتری باز پیدا بشن، چهره‌ای که پاسخگوی امروز مردم باشن، چهره‌ای که از همین نسل امروزی بر اومده باشن، نه کسانی که دستشون آلوده است و اصلا باعث و بانی این وضعیت بودن در وهله اول. این حرف من نیستا، حرف میلیون ها جوانای امروز مملکت هست. ببخشید من به صراحت بذارین ازتون این سوال بکنم، شما سلطنت طلبین یا جمهوری خواه؟ ببینید من همیشه گفتم به همیهنانم که این تصمیم با مردم هست که چه شکل حکومت رو میخوان. من اعتقاد الزاماً به این یا به اون ندارم، چون فکر بکنم در هر دو فرمش کشورمون قابل اداره خواهد بود. مسئله بیشتر برمیگرده به خصوصیات اون کشور و اون منطقه و بافت اجتماعیش، وگرنه خب بله کیه که با جمهوریت مخالفت داشته باشه؟ من کوچکترین مخالفتی با جمهوریت ندارم، حتی ممکنه بگم در اساس ممکنه جمهوری خواه هم باشم. و این سوال اینجاست که آیا، و این سوال رو باید مردم ایران پاسخ بدن، آیا وجود یک نهاد فرامسلکی غیر سیاسی به عنوان یک سمبل وحدت کشور همچنان برای مملکت ضروری هست یا نیست؟ این رو سوالش رو باید از مردم کرد. وگرنه من الزاماً تو خون و رگ‌هام خون سلطنتی نیست. یادتون نره پدر بزرگ من رضا شاهی که همه میگن روحش شاد، میخواست در مملکتمون نظام جمهوری رو بیاره. بنابراین من وارد این بحث نمیشم، برای اینکه این خیلی فراتر از این هستش که بتونم شخصا روش نظر بدم یا تعیین کننده باشم. اصولا چیزی که میگم این هستش که هیچ مقام مسئولی در کشور ما که تصمیم گیر باشه نمیتونه غیر منتخب باشه. پاسخگویی در مقابل انتخاب مردم. شما مثلا کاندید میشید به عنوان رئیس جمهور یا به عنوان نخست وزیر، رأی میارید و در مقابل این رأیی که آوردید پاسخگو هستید. هیچ مقام غیر منتخبی نمیتونه مسئول باشه، این با دموکراسی جور در نمیاد. پس برای همین میگم اگر قرار باشه نظام پادشاهی نهایتاً شکل آینده نظام باشه، چون محتواش رو بارها بحثشو کردیم، محتواست قبل از هر چیز که اهمیت داره نه شکل نظام، ولی اگر قرار باشه شکل نظام پادشاهی باشه در یه ایران مدرن آینده، هیچ چیزی به غیر از آنچه که شبیهش رو مثلا در سوئد یا در هلند یا در ژاپن امروز می‌بینید نمیتونه باشه.
یعنی می‌فرمایید که سوگند پادشاهی که در 21 سالگی خوردید و عرض کردم طبق قانون اساسی مشروطه شما وارث تاج و تخت هستین با مشخصاتی که لااقل سنتاً تا امروز داشته است نظام پادشاهی، چه باید کرد با سوگند پادشاهی شما؟ ببینید، یه انگیزه اون زمان پیش اومد، چون تازه در تبع انقلاب بودن دیگه، همه اصلا هیچ کی اصلا صحبت این رو اصلا نمی کرد که حالا چی میشه دیگه. خمینی سر کار اومده بود، به قول معروف رفراندوم قلابیشون هم انجام داده بودن و جمهوری اسلامی نه کلمه بیشتر نه کمتر، و خلاصه به هر حال یه سیستم جدید اومده بود سر کار. و تنها انگیزه من اون زمان این بود که اگر شما مردم به این نهاد پشت کردید، این نهاد به شما پشت نکرد. از اون زمان نزدیک 39 سال میگذره. من اون موقع 20 سال سن داشتم با تجربه بسیار کم. امروز 57 سالمه با یک کوله بار تجربه، اندیشه، صحبت، تفکر، دیالوگ. تو حباب که زندگی نکردم که. بالاخره امروز وقتی که با یک همیهن خودم صحبت میکنم، به خصوص تیپ جوان، من رو الزاماً به عنوان پادشاه قانونی که خب سلطنت طلبای اینو بهش اعتقاد دارن نمیدن، خیلی از چند جمهوری خواهن، میگن ما اصلا شما رو به خاطر افکار طرفدار تسلیم، نه به خاطر کسی که هستی، فردام ترجیح میدیم شما بشی رئیس جمهورمون. من هم بهشون میگم چه به سلطنت طلبا، به جمهوری خواه، که من اصلا دغدغه حکومت سر ندارم. من واقعا تنها تلاشم اینه که برسیم به اون آزادی، ببینیم اون روز چه خواهد بود، وضع مملکت چه میتوان کرد. اگه واقعا بهتر از من پیدا نمی کنید برای اداره امور مملکت، بگید بیا بشو رئیس جمهور، منم کاندیداش بشم. اگه میگی نه ما پادشاهی میخوایم در اکثریت، شما همونجا باش به عنوان سمبل، ما میریم انتخابات برگزار میکنیم، دولت تشکیل میدیم، نخست وزیر خودمونم انتخاب میکنیم، همینطور. ولی یکی از اشتباهاتی که مطرح هست در به خصوص در جبهه طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی، بعضیا هستن که میگه آقا جان ما یه پادشاهی که مسئولیتی نداشته باشه، تصمیم گیر نباشه، میخوایم چه کار؟ دکور بشین اون بالا؟ نه، پادشاه باید یه سری مسئولیت‌ها داشته باشه. اینجاست که من مشکل پیدا میکنم، چون میدونم عاقبتش چیه، چون میدونم این فرهنگ بت‌سازی و دیکتاتور تراشی آخر سر مسئله رو منحرف خواهد کرد. اگه از اولش فکر کنن که یه کسی رو میتونن بذارن بالای منبر، بعد بیان زیرش همون مانورهای همیشگیشون رو بدن، آخه دیدیم که به اینجا رسیدیم. من اولین کسی خواهم بود که با اون سیستم مخالفت خواهم کرد. اگه بگین نه ما میتونیم یه پادشاهی تو مملکت داشته باشیم، جزء فرهنگمونه، کشورمونه، این چیزاست، میشینیم اون بالا مثل پادشاه سوئد یا پادشاه ژاپن یا نمیدونم ملکه الیزابت یا روزالک، که کاری به سیاست ندارن، یک نفوذی از نظر فکری دارن، کار خودشون میکنن، ولی قانون اساسی مشخصا این وظیفه رو به عهده اون مقام نذاشته در اداره مملکت. اون وقت شاید معنی پیدا کنه. ببینید یه چیزی که باعثی ضمناً بگم، اگه کسانی که واقعا اهمیت میدن به نهاد پادشاهی در کشورمون، قبل از هر چیزی باعثی دقت بکنن و از یه چیزی که اصلا از کشورمون بار اومده، بازی شطرنج رو میخوام مثال بزنم. تو بازی شطرنج مهمترین مهره، آخرین مهره‌ای که باید دست بخوره و اگر اون مهره از بین بره بازی رو باختین، مهره چیه؟ مهره شاه دیگه. شاه که نقش پیاده رو که بازی نمی‌کنه، نقش رخ و نقش نمی‌دونم وزیر رو که بازی نمی‌کنه. حال یک پادشاهی در زمانی وارد کار شد به نام محمد رضا شاه پهلوی، پس از رضا شاهی که وادارش کردند که بالاخره در همون قالب پادشاهی سلسله جدید رو تشکیل بده، در یک کشوری که هیچی نبود اجباراً یک قدرت رو متمرکز بکنه، مملکت رو سر و سامون بده، اولین نهادهای مدرن رو تو مملکت بیاره که قدیم نبود، نه مدرسه بود، نه دانشگاه بود، نه ارتش مدرنی بود، و و و دیگه تاریخ نمیگم براتون، همه میتونن برن مطالعه بکنن. پسرش رو فرستاد سوئیس تحصیل بکنه، که در بازگشت اونجا با یه فکر غربی مدرن آزاد عدالت اجتماعی و اینجور چیزا وارد شد،
بیشتر سیاست پدر من فکر کنم خیلی جنبه واقعا سوسیالیستی داشت اگه فکرشو بکنی. ولی اومدن هی کشیدنش تو کار، هی آوردنش تو کار، طوری شد که اون پادشاه آخر سر شد تصمیم گیر نهایی، تمام آسیب پذیرها رو به گردن افتاد. آخر سر اگه که مخالف سیاست دولت بود مجبور با خودش درگیر بشه، خب معلومه آخرش به اینجا میرسه. حالا میخوایم بعد از این 40 سال تجربه و تجربه قبلی باز به اونجا برسیم. این سوالی است که من از طرفداران نظام پادشاهی میکنم که کدوم نظام پادشاهی؟ اگه میگی نه ما یک تصمیم گیر میخوام که مسئول باشه، پس برید دنبال جمهوری، پادشاهی جواب شما نیست. اگه نظام پادشاهی میخوان بسیار خوب، به شرطی که مقام پادشاه کوچکترین وظیفه اجرایی نداشته باشه، چون اگه داشته باشه آسیب پذیر میشه و اگه اونه که کل ستون رو نگه میداره نمیخواین اون مهره رو آسیب پذیر بکنین، با عقل جور در نمیاد. حالا اگه اینو تونستن بین خودتون حل بکنن بسیار خوب. برای همینه که من وارد این بحث نمیشم جناب فلاحتی، برای همینه که مسئله برای من پادشاهی یا جمهوری نیست، مسئله برای من دموکراسی واقعی است و هر شکل نهایی که نظام پیدا میکنه باستی اون رو در وهله اول پاسخگو باشه. ولی من به هر فرم پادشاهی اعتقاد ندارم. میگم اگه بتونیم یه پادشاهی سمبولیک داشته باشیم اون موقع میگم 50-50 دیگه، واسه ببینیم جامعه چی میخواد، وگرنه اساس جمهوریت دیگه. بسیار ازتون سپاسگزارم شاهزاده که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتین و خستتون کردم. نه نه عادت دارم. از شما سپاسگزارم.